درود بر شما بانو مرادی. سپاسگزارم همه شما همکاران و میهمانان گرامی که در این جلسه حاضر هستید. امیدوارم که صدای من رو داشته باشید، البته اینجا که دیگه عدد جو دیده نمیشه، ولی خب مردم در یه جوری اعلام آمادگی کنید که صدای من هست. در ابتدا مراتب سپاس و قدردانی خودم رو حضور کلی اعضای محترم و همکارانی که در طول یک سال گذشته در کمیته ها، نمایندگی ها و بخش های مختلف قانون دفاع از حقوق بشر در ایران به نحو شایسته فعالیت داشتن اعلام میکنم. همچنین از احترام و سپاس خودم رو حضور اعضای محترم هیئت رئیسه، جناب شفایی، جناب نیلو، جناب حمیدی، جناب گلزار و سایر دوستان و همکارانی گرامی که برنامه ساز این جلسه مهم هستند هم اعلام میکنم. مریم مرادی هستم. افتخار این رو دارم که چهارمین حضورم رو در جلسه مجمع سالانه کانون دفاع از حقوق بشر در ایران با ارائه گزارش عملکرد کمیته آموزش و پژوهش در سال 2018 برای شما از همراهی کنم و هم داشته باشید. به من گفتن 2 تا 3 دقیقه، ولی گزارش کمیته آموزش و پژوهش نمیتونم بالا 2-3 دقیقه جا نمیشه. با این شما میتونید 10 دقیقه صحبت کنید. بسیار خوب. اما این شده بود. کمیته آموزش و پژوهش در راستای به ثمر رسیدن اهداف خودش، اهداف قانون دفاع از حقوق بشر در ایران که همون آگاهی رسانی آموزش و یادگیری هستش، گامهاشو برداشته و مجموع عملکردها و فعالیت‌های یکساله 2018 رو الان به سمع شما عزیزان میرسونم. مطابق برنامه تعیین شده ما ماهانه 2 جلسه آموزشی برگزار میکردیم. یکی کارگاه آموزشی بوده که ضمن دعوت از اعضای جدید و قدیم کانون درباره موضوعات اساسی و بنیادین مرتبط با فعالیت‌ها و اهداف کانون بحث و گفتگو و سخنرانی داشتم. موضوعاتی بوده که برای افرادی که تازه به جمع کانون اعضا می‌شدند مفید بوده، بلکه مقاله خودشون لازم بود که از اون موضوع آگاه بشن و مطلع بشن. این جلسه با جلسه هماندیشی رو هم داشت و در مورد حقوق بشریات رو به عدالت اجتماعی، ویژگی های حق، آزادی بیان اندیشه و چنین موضوعاتی رو مورد بحث قرار میدادیم که اخیرا موضوعات مورد بحث ما به بررسی اهداف هفدهگانه سند 2030 یونسکو رسیده که تاکنون تونستیم 8 هدف از این اهداف رو مورد بررسی و تحلیل قرار بدیم در این جلسه. طبق آمار این کمیته در یک سال گذشته 11 جلسه هماندیشی و 11 جلسه کارگاه آموزشی تا امروز که دارم به اطلاع شما این گزارش رو میدم ما برگزار کردیم. خب بسیار سپاس از شما.